شهر ساچی روسیه آماده می شود تا میزبانی 22 دور از بازی های المپیک زمستانی را بپذیرد. 6000 ورزشکار از 80 کشور در 98 رشته ورزشی در این رقابت ها شرکت خواهند کرد. ساچی شهر میزبان در 1400 کیلومتری پایتخت روسیه پهناور مسکو قرار دارد. مسئولان روس تا کنون 36 میلیارد یورو برای این بازی ها هزینه کردند. دبیر کل بازی های زمستانی ژان کلود کیلی که از ساچی دیدن کرده میگوید از پیشرفت روس ها بسیار خوشحال و راضی است. او معتقد است هتل ها، تاسیسات زیربنایی و دیگر تجهیزات این بازی ها نسبتا آماده‌اند و تنها کارهای کوچکی مانده که در هفته های باقی مانده به طور حتم انجام خواهند شد و مسئولان روس و شهر ساچی تأخیری برای میزبانی ندارند. Des Jeux Olympiques, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que Sochi n'est en aucune manière en retard. کارگران مهاجر اما یکی از مؤلفه‌های اصلی بودند که در ساخت تأسیسات و تجهیزات ورزشی ساچی را کمک کردند. کمکی برای کارفرمایان و پیمانکاران روسی که به شهادت سازمان دیدبان حقوق بشر شرایط کار وحشتناکی را به کارگران مهاجر تحمیل کردند. از سوی دیگر مادامی که کارگران پروژه ها را تحویل دادند از روسیه اخراج شدند. دولت این کشور روزانه بین 15 تا 300 کارگر مهاجر را از این شهر اخراج می‌کند تا به نوعی پاکسازی ساچی نیز با سرعت انجام پذیرد. یکی از فعالان حقوق بشر مستقر در این شهر با انتقاد از رفتار دولت معتقد است که آرمان بازی‌های المپیک از سوی مسئولان روس کاملاً نادیده گرفته می‌شود. وی معتقد است بهای آماده‌سازی ساچی برای بازی‌ها نادیده گرفتن حقوق کارگران مهاجر است. در ساچی امنیت از حقوق بشر مهمتر است و یکی از دلایل آن حضور گروه‌های تروریستی در جمهوری‌های همسایه روسیه است. نزدیک به 37000 نیروی پلیس در جریان این بازی‌ها امنیت این شهر را بر عهده خواهند داشت. انفجار انتحاری یک اتوبوس در ولگوگراد تأییدی است بر این مدعا. مسئول این ترور مردی بود از داغستان. گروه‌های افراطی اسلامگرا همه کاری می‌کنند تا مسئولان را از انجام رقابت‌های ساچی باز دارند. امنیت شهر توسط تجهیزات مرکزی و سراسری پلیس روسیه رصد می شود. تجهیزاتی که به فناوری روز دنیا مجهزند. 4 ماه مانده به آغاز بازی ها مقامات امنیتی روسیه دغدغه‌هایشان برای تامین امنیت بازی ها بیشتر از گذشته است.